با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، سلام های مرا پذیرا باشین که تقدیم بر نگاه های پر از مهر و محبتتان و به قلب ها و دل های پاکتان. خدا کنه که جور و سعادتمند باشین با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. مهمان خانه های گرم همه شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که ما را پذیرا باشین. بله، روزه و نمازهایتان قبول باشه. التماس دعا داریم از یک یک شما عزیزان، شما مادران، پدران، جوانان، حتی شما کودکان عزیزی که روزه میگیرین، خوشا به حالتان و ما را دعای خیرتان فراموش نکنین. بیایم یک شکرگزاری کنیم، شکر کنیم خدای بزرگ را که همچی یک ماه بزرگ را برای ما قرار داد. ماهی که پر از رحمت هست، ماهی که پر از فضیلت هست، پر از نعمت هست و نعمت‌های فراوانی که خداوند برای ما ارزانی داشتم. خدا کنه که قدر این رحمت و این نعمت الهی را در این ماه بزرگ بدانیم و استفاده ببریم و بهره ببریم. انشالله که غافل نباشیم و ماه مبارک رمضان را با غفلت از دست نتیم. انشالله که قسمی نیست و آرزومند بهترین لحظات هستیم برای همه شما عزیزان بیننده. همراه ما باشین. خواهر خوما خانم حسنزاده در استودیو هستن. سلام علیکی میکنیم و طاعاتشان را هم قبول حق میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن. طاعات عبادات شما و همه بینندگان عزیز هم مورد قبول حق باشه. زنده باشین. جهان سپاس، تشکر. و اما بیننده های عزیز ما، مطمئن هستم که برنامه هایی که روز یک شنبه تقدیم شما عزیزان میشه پیگیری کردین و میفهمین که ما در روز یکشنبه چه صحبتی داریم در رابطه با رستگاری و راه‌های رسیدن به رستگاری. ما صحبت را از هفته پیش آغاز کردیم و امروز هم می‌خوایم نسبت به این موضوع گفتگو کنیم. همه ما و شما علاقه‌مند هستیم که رستگار شویم، یعنی به او هدفی که خداوند را راضی می‌کنه به او برسیم. حتماً باید تلاش داشته باشیم، حتما باید راه‌هایی را داشته باشیم و متوجه او باشیم که بتونیم به رستگاری برسیم. اون راه‌ها چی هست؟ امروز نسبت به اون راه‌ها صحبت و گفتگو می‌کنیم. خانم حسن‌زاده، چه راه‌هایی وجود داره که ما علاقه‌مند هستیم که رستگار شویم؟ می‌خوایم که به رستگاری برسیم. خب چه باید بکنیم؟ بله، همونجور که شما فرمودین در مورد فلاح و رستگاری در ماه رمضان ما صحبت میکنیم و راه‌های رسیدن به رستگاری در ماه رمضان را مورد بررسی میخوایم قرار بدیم. در جلسه قبلی که در خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه بودیم، گفتیم که رستگاری یعنی همه سعادت واقعی و اخروی است. بله. که میتونیم بگیم به معنای نجات انسان هست. بله. از گناه و عواقب گناه حتی که در پی از او به انسان ممکن است به او مبتلا بشه و در حقیقت رسیدن به پیروزی و خوشبختی است. چون انسانی که در پی پیروزی و خوشبختی و رستگاری است، سعی میکنه موانع راه رو، موانعی که باعث میشه که او رو به رستگاری نرسانه، اونها رو از سر راهش برداره و به سمت رستگاری حرکت کنه و خدای نکرده اون گناه‌هایی که در مسیر و مانع هست او رو در زندگی خودش حذف کنه. خب پس موانعی هم وجود داره برای که ما را نمانه که رستگار شویم. احسنت. خب بله دیگه، انشالله دنیا... در دنیا چون جوری هست که انسان برای هر کسی هم هست. درسته. تنها برای بعضی مثلا ممکنه بعضی بگیم نه، برای بعضی همه فراهم هست. آه. زمینه رستگاری، این موانع رستگاری رو با صحبت میکنیم انشالله در جلسه آینده. خب ولی ما عوامل رستگاری که باعث میشد که رستگاری به انسان برسه در آیات قرآن ما از جلسه قبل شروع کردیم به و به او پرداختیم. گفتیم اولین عامل از او ایمان هست، دومی از او اطاعت خدا و رسول خدا بود. بله. و اطاعت هست و عبادات هست که در زمینه عبادات ما میتونیم از سوره زاریات آیه 56 استفاده کنیم که خداوند متعال در این آیه میفرمایند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
بله من جن و انس رو نیافریدم جز این که من رو عبادت عبادت کنن، کنن و درست. در این راه به تکامل برسن و به من نزدیک بشن. این آیه میتونه بگیم که خداوند هدف از خلقت خود رو برای انسان که میتونه انسان به رستگاری برسه و به خوشبختی و سعادت برسه، بحث عبادت رو مطرح کنه. خوشبختی دنیا و آخرت، احسن، درست؟ هر دوتا رو شامل میشه. و ما جلسه قبل گفتیم یکی از آموزه‌های مهم اسلام و بالاترین چیزی که میتونه خدا رو یاد کنه نماز هست. در رأس همه آموزه‌ها قرار داره و بالاترین عبادت رو میتونه بگیم. هر روز هم برای انسان جوری هست که وظیفه نهاده شده، درسته؟ که انجام بده. و خداوند متعال گفتیم وقتی که در سوره مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون، ادامش و پیوستش میفرماید الذين هم في صلاتهم خاشعون، که در مورد این خاشعون جلسه قبل ما صحبتهایی رو کردیم که بحث نماز رو مطرح میکنه. کسی که ایمان میاره در مرحله اول و اطاعت از خدا و رسول خدا انجام میده، بعد از او باید نماز بخونه و در رأس عبادات قرار داره و بعد از او عبادت های دیگری در ضمن از او قرار داره. اما مورد دیگه از عواملی که رایا همون راه های رسیدن به رستگاری در ماه رمضان ما میتونیم مطرح کنیم، در آیات قرآن هم زیاد به او اشاره شده است، تقوا هست. بله. تقوا آیات متعددی وقتی که صفت تقوا رو بیان میکنه خداوند متعال، پیوستش رو بحث تفلحون و فلاح و رستگاری رو خداوند متعال بیان میکنه. منظور از تقوا خودنگهداری هست، دوری از گناه هست. انسان وقتی میخواد به سمت گناه بره، خود نگه میداره و حفظ میکنه، پرهیز میکنه، اصلا از معصیت و آلودگی ها سعی میکنه انسان خود نگه داره و در میتونیم بگیم اطاعت از دستور الهی در رأس کارهای خودش قرار بده. خداوند متعال در سوره مائده آیه 100 میفرماید بگو هیچگاه ناپاک و پاک مساوی نیستن. یعنی کسی که آلودگی داره با کسی که پاک است مساوی نیست. دقیقا مثل همون که کسی که میداند و کسی که نمیداند آیا برابر هست؟ احسن. اینجا هموز کسی که پاک هست و کسی که ناپاک احسن. هست برابر نیست. هرچند فزونی و ناپاکی ها تو را به شگفتی اندازد، از مخالفت خدا پرهیز بپرهیزید. صاحبان خرد داره برای صاحبان خرد میگه که پرهیز کنین و اتقوا الله یا اولی الالباب به کار برده لعلکم تفلحون. آخرش میگه که ای خردمندان تقوای خدا رو پیشی کنید که شاید رستگار شدی. رستگاری رو در تقوای الهی میدانن در این آیه. یعنی میتونه بگیم یکی از مهمترین عاملی که زمینه ایجاد میشه برای عوامل دیگه بحث تقوا هست، که زمانی که انسان باعث میشه که هوس‌های او رو به او رو باعث بشه اغفال کنه، ولی خودشو نگه داره، جلوی خودشو بگیره، از معاصی خودشو حفظ کنه. این رو میتونیم بگیم بحث تقوا هست. این باعث میشه که زندگی ابدی از او سعادتمند باشه. ما آیات زیادی در قرآن داریم که همراه تقوا آمده و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اگه میخواد تقوا پیشه کنی مطمئنا باعث میشه که رستگار بشی. تقوای میتونه بگیم یکی از اصول اساسی هست که ما در تمام احوال و حتی مقامات بالایی که برسیم، یعنی تمام زمانها و تمام احوالات، او رو باید در خود ما حفظ کنیم. و تنها راهش هم که میتونیم تقوا رو پیاده کنیم در زندگی خودمان اینه خدا رو مد نظر داشته باشیم، خدا رو در نظر داشته باشیم، خداوند را یعنی حاضر و ناظر ببینیم در کارهای خودمان. حالا گاهی وقتا مثلا ما یک جایی میریم نوشته شده که این منطقه و دوربین مداربسته مجهز است، مثلا یک کمراهای مخفی ماندن. خب حالا ما خب فکر کنیم خالی کمراه را که درست است ماندن، خب اصل گپ چی؟ آیا خدای بزرگی هم هست که در او بالا ما را میبینه و شاهد و ناظر هست؟ دیگه وقتی که انسان خودش را در یک موقعیت ببینه که خدای بزرگی هست که همیشه شاهد و ناظر اعمالت هست، دیگه او کمره های مخفی
دیگه در ارزش جاها دیگه نداره. چی فایده است دیگه؟ احسن، مثال بسیار زیبایی رو زنی. و حتی در همین ماه رمضان خانم زهری، ما میتونیم بگیم ماه تقوا نامیده شده، چون انسان خودش رو حفظ میکنه بله از معاصی و بار، چون روزه هست باعث میشه که اولین کاری که میکنه خوردن و آشامیدن، باعث میشه خودش رو حفظ کنه. ممکنه هوای نفس او رو به سمت تشنه میشه، به سمت آب مثلا سوق بده، یا به سمت مثلا غذای بخوره تا گرسنگی خوب برطرف کنه. ولی انسان برای دستیابی به او کمال نهایی و او چیزی که اطاعت از خدا، باعث میشه از این کار خودداری کنه. ما درسته. میتونیم مفهوم تقوا رو در همین بگیم، همین که خودداری کنه از چیزی رو نخوره. بله. خب پس این خیلی زمینه رو برای انسان فراهم یعنی یکی میکنه. از مثال های تقوا روز است. احسن. خب ها دیگه، یکی از بهترین تقوای الهی که یک بنده میتونه داشته باشه همین روز است، اطاعت محض از خداوند. یعنی تو در اختیارت هست، آب هست، نان هست، غذا هست، هر چیز در اختیارت هست، ولی به خاطر اطاعت محضی که از خدای بزرگت داریم دوری میکنی ازش و خودتو محروم تقوا میکنی. میکنی. جالب اینجاست، خود میگن خودتون رو محروم میکنه تا به رشد برسی، آه. چون یک چیز بالاتری مد نظر است و او هم لعلکم تفلحون، رستگاری و سعادت رو در پی داره. این خیلی میتونه به انسان کمک کنه و حتی انسان رو به همین بحث تقوا میتونه انسان رو به مدارج عالی برسانه، به کمالات برسانه. خب میان برنامه آماده نشد داریم خانم حسن زاده، انشالله که بعد از این میان برنامه که تقدیم کردیم باز هم نسبت به این موضوعات به صورت جزئی و کلی صحبت میکنیم تقدیم عزیزان بیننده. بعد از وقفه و میان برنامه حتما ما را همراهی کنیم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. تشکر از همراهی همه شما خانواده های عزیز و بیننده های محترم و هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و همچنان بیننده برنامه روشنا بوده باشین. در رابطه با در رابطه با یک موضوع بسیار حساس و مهم در زندگی صحبت میکنیم که همه ما و شما به دنبال او هستیم، رستگاری و راه‌های رسیدن به رستگاری در ماه مبارک رمضان. حالا چون ماه مبارک رمضان یک بهاره بسیار خوبی هست که ما بتانیم در این ماه پر از فضیلت و رحمت خودمون را به رستگاری برسانیم و به کمالات معنوی نزدیک کنیم. و اما این راه‌ها را میشنویم و میبینیم که خانم حسنزاده دیگه چه راه‌هایی را برای ما میگن. اولین راه گفتین، البته راه‌های مختلفی را در هفته پیش بیان کردین شما، بعضی از راه‌ها را. امروز تقوا را شما گفتین برای ما که بتانیم تقوا پیشه کنیم و پرهیز کنیم از بسیاری از رفتارهای نادرست و اعمال نادرست، که یکی از مهمترین عمل تقوا میتونه همین روزه هایی باشه که ما در ماه مبارک رمضان میگیریم. خب دیگه چه راههایی وجود داره؟ از عوامل دیگه و راههای رسیدن به رستگاری میتونیم مطرح کنیم خودسازی و تزکیه نفسه، که این باعث میشه انسان رو به رستگاری برسانه. با توجه به آیاتی که در قرآن کریم هست، ما میتونیم بگیم اولین آیه رو که مطرح کنیم سوره شمس آیه 9 هست که خداوند متعال میفرمایند قد افلح من زکاها، رستگار شدن کسی که نفس خود رو از پلیدی ها و زشتی ها دور بدارد یا پاک بکند و به زینت همون ادامه روی تقوا هست. این خودسازی کسی که تقوا پیشه کنه ادامهش باید رو خودسازی خود رو کار کنه و به تزکیه نفس خود رو بپردازه. حتی بعضی وقتا با هم همیشه این مسئله رو به کار برد. جالب اینه که خداوند در این سوره شمس آیه 9 وقتی که 9 آیه به تمام سوگند ها رو که نام میبره، در پی داره سوگند یاد میکنه، سوگند به خورشید، به ماه، به شب، به روز، به آسمان، همه این سوگند ها رو وقتی خداوند مطرح میکنه، سعادت انسان رو در گروه رشد معنوی میدانه و او تزکیه نفسه. یعنی کسی که میخواست به رستگاری برسه درستن. باید مد نظرش
او بحث اخروی و معنویات باشه. آه. بحث مادیات رو بطرح نکرده، هیچ جای قرآن نگفته که کسی که میخواد به رستگاری برسه بیایم مثلا خانه کلان داشته باشه، ماشین آه. کلان داشته باشه. درستن. بحث مادیات بحث مطرح نیست دیگر. بحث دنیا و مادیات زندگی، حتی برای کارهای دنیا هم گفتن چیزهای معنوی لازم است انسان او رو استفاده کنه. رابطه تزکیه نفس با تقوا چی است خانم حسن زاده؟ رابطه خیلی نزدیکی دارن و میتونن بعض وقتا حتی بعضی از افراد اون را با هم به کار بردن. تقوا دوری کردن از گناه است و باعث میشه که انسان یک مقدار از گناهان دوری کنه و خودخور نگه داره، ولی تزکیه به فکر پاکی هست، او از گناهان دوری میکنه. اینجا بیشتر به فکر این، بعض وقتا میتونیم بگیم دایره گسترده در میشه، نیکی ها را هم در خوبی ها را هم در زمره خودش جای بده. یعنی با تزکیه نفس ما به تقوا میرسیم یا با تقوا میتونیم با به تزکیه نفس برسیم؟ تقوا زمین ساز خودسازی هست. کسی که از گناهان دوری میکنه میتونه خودسازی کنه، یعنی پیش زمینه هست، تقوا پیش زمینه هست. درست. ولی ما وقتی که بحث تزکیه الان ادامه مطرح میکنم در یک مثال این رو توضیح میدم، وقتی خداوند میفرمایه قد افلح من زکا، تزکیه و خودسازی رو میگن، بعض وقتا میگن انسان خودخور محروم میشه، باعث میشه با این چیز از یک مقدار چیزها خودخور محروم کنه. ما میگه محروم کردن نیست، مثل ماه رمضان که انسان روزه میگه نه خوردن آشامیدن، همون میتونه بگه محروم میکنه، میگه محروم کردن نیست، این مایه رشد انسان هست، باعث میشه همون از خوردن آشامیدن دوری کنه، باعث میشه یک زمین سازی برای از او باشه که بتونه از گناهان دوری کنه. خب پس به پاکی میرسه، به تزکیه میرسه. درست. و این مرحله بعدشه. یا یک کشاورزی رو مهتان خان زوری مثال بزنیم، خب. در یک زمینی هست و باعث میشه که کشاورزی میکنه، یک چیزی هم کاشته، محصولی کاشته، خب. و زمانی که میره او علفهای هرز رو جمع‌آوری میکنه، ما نمیگیم که ای داره محصول از خود خور از محصولی که قرار به دست از او بیای محروم میکنه، بلکه میگیم باعث میشه که او علفهای هرز رو جمع‌آوری کنه، به محصول بهتری برسه. آه. به محصول بیشتری برسه. این علفهای هرز همون تزکیه نفس است دیگه، درست؟ همون دوری از گناهان هست. آها. و تزکیه نفس است که انسان به پاکی برسه. ماه رمضان هم الان این توضیحاتی که میدیم واقعا میتونیم بگیم که تزکیه نفس چطور در ماه رمضان به خوبی میتونه اتفاق بیفته. درست. ماه رمضان یک دانشگاه خودسازی هست برای انسان، همون که انسان به دانشگاه واحد انتخاب میکنه، کلاس انتخاب میکنه و هر فردی که از او کسی که وارد دانشگاه شده از او یک جور استفاده میکنه. بس. از بس یا از هر کلاس واحد به طریقی که باشه بهره میبرن. ماه رمضان یک ماهی است که خداوند سفره گسترده برای همه بندگان پنگ کرده و تمام انسان ها در دور این سفره نشستن. بله. و در اینجی هر کسی به اندازه توان و ظرفیت خودش و آه. تلاش خودش، تنها توان نیست، بعضی وقتا تلاش هم لازم هست، از این سفره بهره میبره. بله. یکی واقعا فقط در حد به جا آوردن روزه هست، به این فکر میکنه که من روزهای خودخور بگیرم. درست. ولی به یکی به بحثای کلانتر داره، من مال خودخورم پاک کنم. و حتی بعضی وقتا میگه که زمینه بالاتر و بالاتر کسی که تقوا پیشه کرده اینجا به فکر خودسازی خودخواهم میفته که من باید با خودخواهم اصلاح کنم. بله. من که مثلا ماهای دیگه دوچار مثلا بعضی از گناهان و معاصی شدم، در این ماه دیگه نباید او گناهان رو بله. انجام بده. مثلا به خاطر که خانم اصلا یک زمینه بسیار خوبی هست ماه مبارک رمضان، درست؟ مثلا میبینیم که حالات معنوی وجود داره، یک حالات خاصی هست که همه علاقمند عبادت هستن، یک حالات روحی معنوی دارن همگی و خود همین حالت معنوی که در ماه مبارک رمضان ایجاد میشه برای افراد، خود همین میتونه یک زمینه بسیار خوب برای خودسازی باشه. احسن. حتی با همین به حالت معنوی که شما بیان کرده میتونه بگه خانه تکانی دل در این ماه. بله. اتفاق میفته، انسان باعث میشه اون معاصی رو از خودش
دور کنه، او گناهانی که در خدای نکرده به او مبتلا بوده از خودش دور کنه در این ماه و خودش رو آراسته به خوبی ها و نیکی ها کنه. خب در این قسمت ما میتونیم بگیم اولین چیزی که میتونه خود هر فردی برای در نظر بگیره رضای خدا است. من به خاطر رضای خدا این پلیدی ها رو از خودم دور میکنم و خوبی ها رو در خودم ایجاد میکنم. مطمئنا خداوند هم او رو کمک میکنه و یاری میکنه تا او محاسن و فضل. خودسازی درست مثلا مثال هایی بگویم وقتی ما میگیم که ما بیایم خودسازی کنیم، یعنی چی باید بکنیم؟ چه از کجا شروع کنیم؟ چی باید بگم؟ البته شاید این سوال خیلی گسترده باشه و البته به صورت گذرا بیان کنیم. شاید سوال در ذهن بیننده ما امیال خطور کرده باشه که خب من خودسازی کنم چی باید بکنم؟ به صورت نمیگم گسترده جواب بدیم چون کلا بحث ما باز میره یک مسیر دیگه. میخوام در گذرا یک صحبت بکنیم که یک سوالی اگر در ذهن بیننده هست برطرف شه. به صورت خلاصه میتونیم بگیم انسان تلاش کنه و واقعا به فکر اول فکر کنه که من چی کارهای زشتی در من هست. وقتی که انسان فکر نکنه، آگاهی از خود خود نداشته باشه، نمیتونه پی به اون نکات کارهای که مثلا گناه و معصیتی انجام میده ببره. اول فکر کنه، بعدش تلاش کنه. خودسازی اصلش تلاش کردن است که فضایل و اخلاق رو به دست بیاره و رذایل و اون چیزهایی که ناپسند است از خود دور کنه. پس اول باید خودشناسی کنه. احسن. خودشناسی در رفتارهای خودش رو پیدا کنه. خب بعد از اون که شناخت خودش را، اون رفتارهایی که نادرست هست و انسان را دور میکنه از محبت الهی، بعد به اونا را برطرف کنه و خودسازی کنه و به جای او فضایل اخلاقی رو جایگزین خودش کنه. این رو میتونیم بگیم به صورت خلاصه از خودسازی میتونیم او کلمه رو بگیم. وقتی نفس به صورت خلاصه تر از اون میتونیم بگیم نفس خود رو پاکیزه کنه از او صفاتی که ناپسند هست و حتی خدای نکرده صفاتی که در شأن یک انسان نیست او رو دور کنه. و همین دقیقاً و همین مایه رستگاری است. مثلا فردی بوده که قبلا مثلا در یک مثال صداقت کم به کار می‌برده، در دم دکان می‌رفته به خاطر معاش خودش که فکر می‌کرده که من روزی بیشتری کسب می‌کنم اگه دروغی بیان کنم و از صدق خودداری می‌کرده. خودسازی این است که خودش فکر کنه، با خودش تصمیم هم بگیره. عزمم در خودسازی خیلی مهمه. اول اینکه پی ببره به کار خودش، دوم اینکه عزمم داشته باشه. خب بعد از اون که بتونه این کار رو برطرف کنه و عزم به امور خیلی در خودسازی میتونه مهم باشه. یعنی گاهی وقتا ما شاید در زندگی زبان ما عادت کرده باشه به غیبت کردن احسان. یا به دروغ گفتن یا تهمت زدن یا خدای نکرده چشم ما به مال مردم بودن. اگر این رفتارها در وجود ما هست، ماه مبارک رمضان زمینه بسیار خوبی است که بتانیم اونها را در وجود خود ما پیدا کنیم و بعد بسازیم خود ما را، اینا را دور کنیم از وجود خود ما اگر میخوایم که رستگار شویم. تصمیم و اراده جدی و تلاش هم در این را واقعا برای هر انسانی لازم هست. گاهی وقتا بسیار از اعمال ها و رفتارهای ما قدر در وجود ما نهفته شده، یعنی جزء شخصیت وجود شده که آدم نمیفهمه، گپ میزنه، غیبت میکنه یا کارهای ناشایست و صحبتهای نادرست داره، خود آدم متوجه نمیشه و اینها را آدم باید بسیار بسیار دقت کنه در امورات شخصی خودش و همچنین امورات خانوادگی و اجتماعی خودش که بتونیم اینها را واقعا رفع کنیم که بتونیم به رستگاری برسیم انشالله. حتی ما داریم در صورت در سوره اعلی خداوند متعال آیه 14 میفرمایند قد افلح من تزکا. دیگه میگن او قسمت گفتن تزکیه کن، ناپاکی را از خود دور کن. ولی اینجا خداوند متعال میگه کسی که آمد پاکی جز محاسن رو در زندگی خودش پیاده کرد و خودسازی انجام داد، باعث میشه که رستگار بشه. نمیگه شاید رستگار بشه، میگه واقعا رستگار شده و یقینا به رستگاری رسیده است. خب تقدیم شما عزیزان بیننده یک وقفه و یک میان برنامه. امیدوار هستیم که بعد از میان برنامه باز هم همراه ما باشین. يا رب العالمين
خب عزیزان بیننده، باز هم با برنامه روشنا همراه و همگام هستن که برنامه ما به صورت لایو و زنده تقدیم شما عزیزان میشه و میتونین با ما در ارتباط باشین. اگر سوالاتی در ذهنتان میاد میتونین حتما با ما در ارتباط باشین با نمبر واتساپی مثبت 964-780-255-13. و اما خودسازی و تقوا و در نهایت رستگاری، انشالله که همه ما و شما بتانیم در این ماه مبارک رمضان با اعمال و رفتارهای خوب به رستگاری نزدیک شویم و به کمال معنویت برسیم. خانم حسنزاده، باز هم راههایی وجود داره که ما بتانیم او راه ها را متوجه باشیم، بشناسیم، آگاهی پیدا کنیم و به رستگاری برسیم؟ بله، با توجه به آیات قرآن ما چند مورد از راه‌های رسیدن به رستگاری رو که بیان کردیم، ایمان و اطاعت از خدا در جلسه قبل مطرح شد و تقوا و خودسازی هم که این جلسه ما مطرح کردیم، اینها بیشتر راه‌هایی بوده که در خود فرد بود، راه‌های فردی میتونیم بگیم و درونی بود که در انسان باید اتفاق بیفته و با کمک خداوند انسان بتونه به او سعادت و خوشبختی برسه. ولی الان در بخش پایانی میخوام یکی از عوامل رستگاری که در قرآن به او اشاره شده تنها از امور فردی نیست، بله، بلکه از امور اجتماعی است. انسان در امور برای سعادت و خوشبختی این رو میخواد بگه تنها خودت مهم نیستی، همه چیزهایی که مهم بود برای رستگاری رسیدن خوب است، بله، و انسان رعایت کنه، در کنار از اونا باید راه اجتماعی را هم، بله، بلد باشی. انسان موجود اجتماعی هست، انسان باید در اجتماع زندگی میکنه، چون انسان امور اجتماعی است. پس باید یک مورد دیگه که در قرآن به او اشاره شده و از عوامل رستگاری است، امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 104 میفرمایند ولا تکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اونایی که داره مفلحون و بحث فلاح رو میگه، همه بحث رستگاری است که برای ما بیان میکنه. خداوند متعال در این سوره میفرماید باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند. دعوت به نیکی چجوری؟ با امر به معروف و نهی از منکر باشد. آنها رستگار هستند، یعنی کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند به جامعه دلسوز هستند، بی تفاوت نیستند. بعضی از افراد میگن ما خود ما را اصلاح کنیم، ما به جامعه چیکار داریم؟ در صورتی که این آیه میگه که نه، همونطور که اصلاح خودسازی مهم هست، اصلاح درون مهم هست، بله، اصلاح نهاد اجتماع هم مهم هست. باید در طبق دستورات که داده شده در این آیات این است که مسلمانان امتی واحد هستند و دو وظیفه اجتماعی رو باید انجام بدن، یکی دعوت به نیکی کنن، امر معروف و نهی از منکر، یکی نهی از منکر کنن. بله. امر معروف در کناری، اگه میبینن کسی کار زشت رو انجام میده او رو از او باز بداره. البته این هم با شرایطی باشه. امر به معروف و نهی از منکر صرف او که بیای به فردی دستور بدی و او رو باز بداری به این شکل مطرح نیست. او هم در اصل خودش اصل محبت رو باید رعایت کنی، بله، اصل مودت رو رعایت کنی، با یک سری از شرایط این رو اجرا کن. ولی اینجوری نباشه که انسان بگه که من اصلاح جامعه برای من مهم نیست. انسان باید دلسوز جامعه هم باشه، همونطور که برای خود خوب و خانواده خود دل می سوزانه، برای جامعه هم باید به فکر از اونا باشه، برای اصلاح از اونا در حد توان خود کاری انجام بده. جالب اینجه وقتی در این آیه دقت میکنی همه افعال به صورت مضارع به کار برده شده، یعنی اینکه موقتی نباشه بلکه باید دائمی باشه. یعنی نگه من امروز امر معروف و نهی از منکر کردم کافی است، بلکه باید در صورتی باشه که دائمی باشه. من همیشه امر معروف و نهی از منکر کنم، به صورت مداوم باشه. بله. این خیلی مهم است. درست. در امر معروف و نهی از منکر، اگر امر معروف و نهی از منکر اجرا نشه در یک جامعه، باعث میشه که دشمن او وحدت اجتماعی رو از بین ببره.
اگر امر معروف و نهی از منکر از ناحیه ما رعایت نشه، دشمن اینجا باعث میشه که سوء استفاده کنه. ما گفتیم باید شرایطی داشته باشه امر معروف و نهی از منکر، یعنی وقتی کسی شروع میکنه، چون امر معروف و نهی از منکر واقعا یک امر بسیار مهم است، حتی در احادیث هم به او اشاره شده است که امام باقر علیه السلام فرمودن امر معروف و نهی از منکر از راه‌های انبیا هست و طریق صلحا هست، یعنی کار هر کسی نیست، یعنی اینقدر ارزش و بقا داره امرف نیازمون که یک روش مخصوص داره، اصلا اهمیت و جایگاه بالایی داره، برای همون باید انسان روش مخصوصی در رو به کار ببره. جوری نباشه که بعضی وقتا ما خدای نکرده در بین جامعه میبینیم کسی رو که امر معروف و نهی از منکر میخوایم بکنه او رو تحقیر کنیم. چنین چیزی نباشه، با زور و لتوکوب و با سختگیری های بیجا و با اینا نمیشه آدم امر معروف و نهی از منکر، بلکه باید امر معروف و نهی از منکر در قاعده و قانون خودش رعایت کنه. حتی بعضی وقتا خانم سوری انسان بخواد با زور و اجبار و اینها امر معروف و نهی از منکر کنه، یک جواب برعکسی برای انسان میده، ممکن است دچار صدماتی در او جامعه ایجاد بشه. بله، متاسفانه جامعه خود ما را اگر که دقت کنیم و ببینیم، جامعه ما یک جامعه است که امر معروف در او با زور و اجبار و خشونت هست که نباید قسم باشه. این قسم امر معروف و نهی از منکر در دین اسلام وجود نداره و نیامده و تاکید نشده. اصلا حتی آموزه‌های اسلام تاکید شده که وقتی که امر معروف نهی از منکر میکنی، اصل محبت و مودت رو اول در نظر بگی، چون اگه اصل محبت و مودت نباشه طرف جذب نمیشه، بلکه باعث میشه که طرف از او جدا بشه و حتی دوری کنه. خب وقتی کسی از ما دوری کنه، ما میتونیم او رو هدایت کنیم؟ نه، مطمئنا جواب برعکس میده. حتی توجه به امر معروف و نهی از منکر انسان زمانی داشته باشه، اصل خداوندی که امر معروف و نهی از منکر رو برای ما قرار داده به خاطر رفاه و آسایش جامعه است. درسته، یعنی وقتی که میخوایم آسیب های اجتماعی رو کم کنیم، رفاه و آسایش رو در او جامعه گسترش بدی، لازم است امر معروف و نهی از منکر کنی. بله. ولی بعضی از جوامع هستن و بعضی از افراد این فکر رو میکنن که من امر معروف و نهی از منکر بکنم به هر شرایطی که جور شد. دیگه مهم نیست که او شرایط چی باشه، چیز افرادی باعث میشه تحت ظلم قرار بگیرن. حتی بله. خب در طبق آموزه‌های اسلام ما همچین چیزی بله. نداریم، بلکه این آسیب باعث میشه به اجتماع وارد شده، با وجودی که خدای نکنه که به نام دین هم باشه، که این اثرات مخربتری داره. بله. و این جی است که راه رستگاری رو دیگه فرد نمیبینه، بلکه دور شده از رستگاری و خوشرفتاری و خوش اخلاقی و نرمخویی. وقتی حضرت موسی علیه السلام میخواست که پیش فرعون بره و فرعون به دین اسلام دعوت کنه، یعنی خداوند گفته بود که با نرم خویی و خوش رفتاری ای کار انجام بده، هرچند که او یک فرعون بود، ولی بازم با نرم خویی با او میخواست صحبت کنم. حالا امر به معروف و نهی از منکر ما هم باید همین گونه باشه، نه با زور و جبر و خشونت. بتونم بگیم یک زیر مجموعی از امر معروف نهی از منکر موعظه کردن هست. موعظه بسیار خوب است و لازم هم است برای انسان، ولی موعظه که احسن باشه، به نیکویی باشه، با تحقیر طرف نباشه، با دلیل و منطق باشه. بعضی از امر معروفی های هست که فقط میخوایم زور و اعمال و قدرت خودمان را به طرف مقابل مثلا نشان بدیم، در صورتی که نه، باید مثلا یک طفلی هست که وقت پدر مادر میخوان او رو نماز خوان کنن، خب این روز چنان در روی روی از این فشار میارن که بعدن که اسم نماز هم بیاد، این باعث میشه که از اون مکان دورید کنه. به خاطر چیز؟ به خاطری که روششو مادر پدر بلد نبودن. بله. ما در سوره لقمان داریم وقتی که حضرت لقمان میخواست فرزندشو توصیه به نماز کنه، گفت یا بنی، با کلمه ای که پسر گلم. بله. او رو به نماز تشویق کرد، اصل محبت رو در نظر گرفت، در کنار از او اصول اقتدار و موعظه و اینها رو مد نظر داشتن. بله. خب این باعث میشه که انسان امر معروف کنه که به رستگاری بسه، ولی به شکل و بتانه خوب اجرا کنه، این خیلی مهم هست. از عوامل دیگه ای که چون هم وقت زیاد نیست، ما رو اشاره کنیم، عوامل دیگه ای که میتانیم اشاره کنیم، وفای به عهد است. ما در سوره مؤمنون گفتیم نشانه های مؤمنون رو، در ادامه همون سوره آیه 8 خداوند میفرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون،
مؤمنان آنها هستند که امانت و عهدهای خدا رو باعث بشه رعایت کنن. ای از نشانه کسانی است که به رستگاری میخوان برسن. بله. افراد یک جامعه باید به عهدهایی دارن، پیمانهایی دارن. اگر یک فردی وظیفه‌ای داره، به نسبت به او وظیفه خود یک عهد و پیمانی داره. بله. که باید او رو درست اجرا کنه. خب مسئولیتی داره، باید او مسئولیت رو به نحو احسن اجرا کنه. فقط رضای خدا رو انسان در کارهای خودش، چه در امر معروف و نهی از منکر، چه در ای دومی هم که مسئله اجتماعی است و وفای بعد در نظر داشته باشه، واقعا تکلیف خود رو در قبال مردم انسان خوب میتونه اجرا کنه. بله. و انشاءالله نتیجه خوبی هم میتونه در زندگی از او و در جامعه از او داشته باشه. بله. به خاطر رضای خدا بگه من این کار رو میکنم، خب همین فردی میتونه بسیاری از مشکلات رو حل کنه به جایی که مشکل ساز باشه. وقتی بعض وقت ما عهد و پیمان میگه ما فلانی قول دادیم به او قول خو عمل کنیم، نه، تمام کارها و مسئولیت هایی که به من نوعی سپرده شده و وظیفه ای دارم. بله. به عنوان مادر، به عنوان یک کسی که کار میکنم در یک اداره، اینها میتونه عهد و پیمانه باشه که نسبت به او ما مسئول هستیم و در قبال از او باید انشاءالله خوب اجرا کنیم. و چقدر خوب است که کل کارهایی که یک انسان انجام میده، یک انسان مؤمن قربتاً الالله باشه. نیت خود از همه اول خالص کنه و بگویه که من هر کاری که میکنم در این دنیا، اگر مادر هستم و کارهای امورات زندگی خانواده را پیش میبرم، اگر پدر هستم و برای امکانات و آسایش و راحتی اولاد و خانواده تلاش میکنم، همه به خاطر رضای خدا و به خاطر قربتاً الالله باشه. این نیت خود خالص کنیم و انشالله اجر زیاد هم خواهیم گرفت. خب سپاسگزار هستیم از حضور شما خانواده ها و فامیل های عزیز. شما را به خدای بزرگ میسپاریم و التباس دعای مخصوص از یک یک شما عزیزان. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.